بخش 96 ربع 4 جزء 24 قرآن کریم شامل آیات اول تا 46 سوره مبارکه فصلت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حمیم. تنزیل من الرحمن الرحیم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. بنام خداوند بخشاینده مهربان. سوره مبارکه فصلت 54 آیه داره که در مکه مکرمه شرف نزول یافته است. آیات اول تا هشتم از سوره مبارکه فصلت ذکر و بیان قرآن کریم است و اینکه مشرکان روی گردانی می نمایند و اینکه پیامبر بشر است. حم میم تنزیل من الرحمن الرحیم. حم میم یا الف لام میم یا کاف ها یا عین صاد از حروف مقطعات است که معنا و مفهوم آن را جز خداوند کسی نمی داند. تنزیل من الرحمن الرحیم، این کتاب نازل شده از سوی خداوند رحمان و رحیم است. کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون، کتابی که آیاتش روشن بیان گردیده و قرآن است به زبان عربی برای مردمی که می دانند. بشیرن و نذیرن که این قرآن بشارت دهنده و بیم دهنده است. فاعرض اکثرهم فهم لا یسمعون، که بیشتر کافران روی گرداندند و آنها نمی شنوند. و قالوا قلوبنا فی اکنت مما تدعونا الیه، و گفتن دلهای ما در پریس از آنچی ما را بدان دعوت میکنی. و فی آذاننا وقرون، و در گوشهای ما سنگینیست. و من بیننا و بینک حجابون فعمل اننا عاملون، که میان ما و تو حجابی قرار دارد، بناهن تو کار خود کن و ما نیز کار خود خواهیم کرد. قل انما انا بشر مثلكم یوحا الیه، ای پیامبر بگو که همانا من انسان مانند شمایم که به من وحی میگردد. انما الهکم اله واحد، که معبود شما معبود یگانه است. فاستقیموا الیه واستغفروه، پس مستقیم به سویش بیایید و از او طلب آمرزش نمایید. و ویل للمشرکین، و وای به حال مشرکان. الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، آنان که زکات نمی دهند و از آخرت آنان انکار می دارند. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، اما کسانی که ایمان آوردند و کارهای صالح انجام دادند برایشان پاداش بی پایان می باشد. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا
ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. آیات 9 تا 12 سوره مبارکه فصلت ذکر و بیان دلایل وجود خداوند و کمال حکمت و قدرت پروردگار است که پروردگار در این آیات به آن اشاره می‌دارد. قل ائنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین و تجعلون له اندادا ذالک رب العالمین. بگو آیا شما به آن ذاتی کافر می‌گردید که زمین را در دو روز یعنی دو مرحله آفرید ولی شما برایش شریکانی را قرار می دهید در حال که او پروردگار جهانیان است و جعل فیها رواسی من فوقها و بارک فیها و قدر فیها اقواتها فی اربعه ایام سواء للسائلین. و او ذاتی است که بر فراز زمین کوههای بلندی را قرار داد و در آن برکت ها نهاد و خوراکی هایی که روزی اهل آن را معین ساخت که همه اینها در 4 روز یعنی در 4 مرحله مقدر فرمود که برای پرسندگان جواب پوره می باشد. ثم استوى الى السماء وهي دخان. سپس به آسمان توجه کرد که آن به صورت دودی بود. فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتینا طائعین. و پس به آن و به زمین فرمود با خوشی یا با اکراه بیایید که هر دو گفتند اطاعت کنان آماده ایم. فقداهن سبع سماوات فی یومین. که آنها را به صورت 7 آسمان در 2 روز یعنی در 2 مرحله تکمیل کرد. و اوحا فی کل سماء امرها. که در هر آسمان تدبیر کارشان را وحی نمود. و زینا السماء الدنیا بمصابیح و حفظا ذلک تقدیر العزیز العلیم. و ما آسمان دنیا را با چراغهای ستارگان یعنی ستارگان آراستیم و آن را حفظ کردن نگه داشتیم که چنین است اندازگیری آن ذات مقتدر دانا. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون.
آیات 13 تا 18 سوره مبارکه فصلت ذکر و بیان تهدید مشرکان به عذاب مانند عذاب عاد و ثمود است که قرآن کریم به این تهدید می‌پردازد. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. پس اگر روی گرداندند بگو من شما را از صاعقه از بانگ مرگبار آسمانی همانند صاعقه عاد و ثمود میترسانم. اذ جاءتهم الرسل من بين ايديهم ومن خلفهم الا تعبدوا الا الله. آنگاه که به سویشان از هر جانب پیش رو و پشت سر پیامبران آمدند و گفتند که جز خداوند را نپرستید. قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکه فانا بما ارسلتم به کافرون. که آنان گفتند اگر پروردگار ما میخواست که ما نیز ایمان بیاوریم حتما فرشتگانی را نازل میفرمود، لذا ما کافریم با آنچه شما بدان فرستاده شدید. فاما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق. ولی قوم عاد بناحق در زمین تکبر کردند. و قالوا من اشد منا قوه. و گفتند چه کسی از ما نیرومندتر است؟ اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه. آیا ندیدند خداوندی که ایشان را آفریده از آنان نیرومندتر است؟ و کانوا بآیاتنا یجحدون. و آنها همچنان آیات ما را انکار کردند. فارسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام نحسات. پس در روزهای بسیار بدی تنباد مهلکی را بر ایشان فرستادیم. لنذيقهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا. تو عذاب خارکننده را در زندگی دنیا با آنان بچشانیم. ولعذاب الاخره اخذا وهم لا ينصرون. که البته عذاب آخرت به مراتب خار کننده تر است که هرگز آنان یاری نخواهند گردید. و اما ثمود فهدیناهم فاستحبوا العمى على الهدى. و اما قوم ثمود را با فرستادن پیامبران به هدایت فرا خواندیم که ایشان نابینایی یعنی کوردیلی را بر هدایت ترجیح دادند. فاخذتهم صاعقه العذاب الهون بما كانوا يكسبون. پس صاعقه عذاب خارکننده به خاطر آنچه کرده بودند آنها را فرا گرفت. و نجینا الذين امنوا وكانوا يتقون. که البته کسانی را که ایمان آورده بودند و پرهیزگاری میکردند نجات بخشیدیم. و یوم یحشر اعداء الله الى النار فهم یوزعون حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين.
آیات 19 تا 25 سوره مبارکه فصلت ذکر و بیان چگونگی و عقوبت کفار در روز قیامت است که پروردگار با آن میپردازد. و یوم یحشر اعضاء الله الی النار فهم یوزعون، و در روزی که دشمنان خداوند به سوی جهنم گرد آورده شوند، پس آنان را در صفها نگه می‌دارند که همه ایشان حتی اذا ما جاؤوها شهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم بما کانوا یعملون، تا همه ایشان به دوزخ برسند، در آن وقت گوشهایشان و چشمهایشان و پوستهایشان بر آن چی می‌کردند گواهی می‌دهند. و قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا، که آنان به پوستهایشان میگویند چرا بر علی ما شهادت میدید. قالوا انتقنا الله الذي انتق كل شيء، که گویند همان خداوندی که هر موجودی را به سخن آورد ما را نیز امروز به سخن آورده است. و هو خلقكم اول مره و الیه ترجعون، و او ذاتی است که شما را نخستین بار آفرید و به سوی او بازگردانده می شوید. و ما کنتم تستطیرون ان یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم، که البته شما پنهانکاری نمی کردید از اینکه گوشها و چشمها و پوستهایتان بر علی شما گواهی دهند، ولیکن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، بلکه شما گمان میکردید که خداوند بسیاری از کارهای را که انجام میدهید نمیداند. و ذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم ارضاکم فاصبحتم من الخاسرین، پس این همان گمانی بود که شما درباره پروردگارتان داشتید که موجب هلاکتتان گردید و از زیانکاران شدید. فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، پس حتی اگر صبر نمایند آتش جایگاهشان است. وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ، و اگر پوزش هم بخواهند عذرشان هرگز پذیرفته نمی شود. وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ و حق عليهم القول في امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس، و برایشان هم نشینان بدی قرار دادیم که از جلو و پشت سرشان زشتی ها را زیبا جلوه داده بودند، و بر آنها نیز همانند امت هایی که پیش از آنان از جن و انس بودند حکم عذاب تحقق یافت. انهم كانوا خاسرين، که بدون شک آنها از زیانکاران بودند. و قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون، ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. آیات 26 تا 29 سوره مبارکه فصلت ذکر و بیان بازداشتن مشتکان مردم را از شنیدن آیات قرآن کریم، که آنها این کار را هر لحظه تکرار میکردند. و قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، و کسانی که کافر شدند گفتند به این قرآن گوش فرا ندهید و هنگام تلاوت سر و صدا را اندازید باشد تا پیروز گردید. فلنذیقن الذین کفروا عذابا شدیدا ولنذینهم
اسوأ الذي كانوا يعملون، که البته ما به کسانی که کافر گردیدن عذاب سختی می چشانیم و آنان را به خاطر بدترین کارهایی که انجام می دادند کیفر می دهیم. ذلك جزاء اعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون، که این آتش مجازات دشمنان خداست که همیشه در آن سرای خواهند ماند و این کیفری است برای ایشان، زیرا که آنان آیات ما را انکار می‌کردند. و قال الذين كفروا ربنا ارنا الذين عدلانا من الجن والانس، و کسانی که کافر شدند گویند پروردگارا به ما نشان دی آنان را که از جن و انس ما را گمراه کردند. نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلين، تا زیر پاهای خیش قرار دهیم تا از جمله پسترینان قرار یابند. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. آیات 30 تا 32 سوره مبارکه فصلت ذکر و بیان وعده نیکویی است که خداوند برای اهل استقامت داده است. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، یقینا کسانی که گفتند پروردگار ما خداست و سپس استقامت ورزیدند. تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا، فرشتگان با این مژده بر آنها نازل می شوند که نترسید و اندوهگین نباشید. و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون، و به بهشتی بشارت باد که وعده داده می شدید. نحن اولیاؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره، ما در زندگی دنیا و آخرت اولیا و دوستان شماییم. ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون، که در آنجا یعنی در بهشت هرچی نفسهایتان میل نماید خواهید داشت و آنچی را که درخواست کنید حاضر گردد. نذرا من غفور رحیم، که این پذیرایی کامل از جانب پروردگار آمرزنده و مهربان است. و من احسن قولا ممن دعا الى الله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. آیات 33 تا 36 سوره مبارکه فصلت ذکر و بیان دعوت مردم به سوی خداوند و آداب دعوتگری است که قرآن کریم با آن می‌پردازد. و من احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين، و چه کسی خوش گفتارتر است از آن که به خداوند دعوت می‌دارد و عمل صالح انجام می‌دهد و می‌گوید که من از مسلمانانم. ولا تستوي الحسنه ولا السيئه، خوبی و بدی هرگز یکسان نیستند. ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كأنه ولي حميم،
پس بری را با بهترین شیوه دفع کن، که ناگاه کسی که میان تو و او دشمنی است خواهیدید که گویی که دوست نزدیک و صمیمی تو است. و ما یلقاها الا الذین صبروا و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم، که البته به این جایگاه جز کسانی که صبر و استقامت دارند نرسند و جز کسانی که بهره عظیمی از ایمان دارند به آن نائل نمی گردند. و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السمیع العلیم، و هرگاه تو را از سوی شیطان وسوسه باز داشت پس به خداوند پناه ببر، که بی تردید او شنوای داناست. و من آیاته اللیل و النهار و الشمس و القمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. آیات 37 تا 39 سوره مبارکه فصلت ذکر و بیان دلایلی که اشارات سری بر وجود و قدرت پروردگار می باشند. و من آیاته اللیل و النهار، و از آیات و نشانه های پروردگار شب روز، و شمس و القمر، و خورشید و ما است. لا تسجد للشمس ولا للقمر، پس برای خورشید و ما سجده نکنید. و اسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون، اگر تنها او را میپرستید برای خدایی که آنها را آفریده است سجده نمایید. فان استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، پس اگر تکبر ورزیدن از سجده به خداوند، او را کسانی که نزد پروردگار تو اند شب روز تسبیح میگویند که هرگز آنان خسته نمیگردند. و من آیاته انک ترى الارض خاشعه، و جمله نشانهای او این است که زمین را بی جان میبینی. فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت و ربت، و چون باران را بر آن می فرستیم به جنبش در می آید و گیاه می رواند. ان الذي احیاها لمحی الموتا انه على كل شيء قدیر، برستی همان ذاتی که زمین را زنده می گرداند یقینا مردگان را نیز زنده می سازد و او بر هر چیز تواناست. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. آيات 40 تا 43 سوره مباركه فصلت ذكر و بيان تهديد ملحدين با آيات خداوندي و تنزيه قرآن از طعن مشركان است که پروردگار با آن میپردازد. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، و اما کسانی که در تفسیر آیات ما راههای کج و انحراف را میپیمایند بر ما پنهان نیستند. افمن یلقا فی النار خیر ام من یأتی
آمنا یوم القیامه؟ آیا کسی که در آتش افکنده می شود بهتر است یا کسی که آسوده خاطر در روز قیامت می آید؟ اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصیر. پس شما هر طور می خواهید عمل کنید، همان او به همه آنچه انجام می دهید بیناست. ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز. براستی کسانی که به ذکر یعنی قرآن کافر گردیدن، وقتی که به سویشان آمد بدانند که به حق که این کتاب است ارجمند، که لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، که باطل از پیش رو و یا از پشت سر بدان راه نیابد. تنزیل من حکیم حمید، و از جانب خداوند حمید نازل گردیده است. ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک. ای پیامبر، به تو گفته نمی شود جز آنچی بر پیامبران قبل از تو گفته شد. ان ربک لذو مغفرت و ذو عقاب علیم. یقینا پروردگارت صاحب آمرزش و دارای کیفر دردناک است. ولو جعلناه قرآنا اعجمیا لقالوا لولا فصلت آیاته اعجمی و عربی قل هو للذین آمنوا هدى و شفاء والذین لا یؤمنون فی آذانهم وقر و هو علیهم عمى اولئک ینادون من مکان بعید. ولقد آتینا موسی الکتاب فاختلف فیه ولولا کلمة سبقت من ربک لقضی بینهم وانهم لفی شک منه مریب. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. آیات 44 تا 46 سوره مبارکه فصلت ذکر و بیان این است که قرآن، تاکید بر این است که قرآن با زبان عربی مبین نازل شده است. ولو جعلناه قرآنا اعجميا لقالوا لولا فصلت آیاته. اعجمی و عربی. و اگر این کتاب را قرآن عجمی یعنی زبان غیر عربی قرار می دادیم حتما می گفتند چرا آیاتش روشن و واضح بیان نگردید است؟ آیا این قرآن عجمی برای پیامبر عربی آمده است؟ قل هو للذین آمنوا هدى و شفا. بگو این کتاب هدایت و شفاست برای کسانی که ایمان آوردند. والذین لا یؤمنون فی آذانهم وقر و هو علیهم عمى. ولی کسانی که ایمان نمی آورند در گوشهایشان سنگینی است که قرآن مایه کوری برایشان می گردد. اولئک ینادون من مکان بعید. گویی که از جای دوری بر ایشان ندا می گردد. ولقد آتینا موسی الکتاب فاختلف فیه ولولا کلمة سبقت من ربک لقضی بینهم. و به تحقیق ما به موسی کتاب تورات دادیم که آنان در آن اختلاف کردند، و اگر فرمان پروردگارت از پیش مقرر نگردیده بود حتما در میانشان در دنیا داوری می‌گردید. و انهم لفی شک منه مریب. کلبت ایشان درباره قرآن در شک و تردیدن. من عمل صالحا فلنفسه. هر کس عمل صالح را انجام دهد به سود خودش می باشد. و من اساء فعلیها. و آن که بدی را انجام دهد به زیان خود است. و ما ربک بظلام للعبید. و پروردگارت در حق بندگانش ستم روا نمی دارد. وَلَقَدْ